از ساعت 6 بعد از ظهر امروز آقای ناصر شاهین‌پر که دوست عزیزی که نویسنده بسیار خوشقلمی که امروز من شانس اینو دارم که برای بار دوم در برنامه ما شرکت کرده، در این برنامه تلویزیونی شرکت کرده و امروز بعد از ظهر هم از ساعت 6 بعد از ظهر دیدار خواهد کرد با علاقمندان خودش، با علاقمندان قلمش و با علاقمندان کتاب جدیدش، دریچه‌ای رو به دیروز ضد خاطرات. و امروز هم خوشحالم که برای بار دوم ناصر شاهین‌پر رو اینجا برای خودم دارم. خوش آمدید. سلام عرض میکنم به شما و به بینندگان فرهیخته شما در تلویزیون. خیلی ممنون. خیلی سپاسگزارم از اینکه اومدین و اصلا یه شانسی برای من بوده حقیقتش به شما بگم بینندگان عزیز که تو این فرصت هم کتاب میخوندم و تو این مدت با ناصر شاهین‌پر بیشتر محشور شدم و بیشتر گفتگو کردم. الانم با همدیگه از شرکت کتاب اومدیم تا تلویزیون، کلی با همدیگه به قول معروف گپ زدیم و این خیلی به آدم روحیه میده و توان میده که با یک همچین شخصیت که قلم به دست واقعی و قلمش فوق‌العاده است گفتگو کنه. خدمت شما عرض کنم که آقای شاهین‌پر عزیز، شما در چند هفته گذشته شاید به جرأت بگم 10 بار در گفتگوهای مختلف رادیو و تلویزیونی شرکت کردیم. خسته نشدین ها؟ هرچی بیشتر آدم صحبت کنه با دوستان و همشهری‌ها و هموطناش بیشتر خوشحال میشم. خب ما دلون بخواد امروز با توجه به اینکه همه این صحبت ها و خب بعضی از این بینندگان امروز ما هم بینندگان و شنوندگان برنامه های دیگه هم بودن، هم بینندگان این برنامه خودمون هم بودن، من فکر کردم که یک مبحثی رو صحبت کنم که برای من شاید خیلی مهم باشه و شاید هم برای خیلی از بینندگان عزیزمون. و اونم اینه که با توجه به اینکه شما با نویسندگان بسیار، هنرمندان، شعرا، سیاستمداران دوستی داشتید و برخورد داشتین، من در مورد این موضوع انقلاب میخوام صحبت کنم. چه تأثیری این افراد بر انقلاب داشتن و انقلاب بر اینا چه تأثیری داشته و شاید این رومانتیسم انقلابی رو یک کمی بشکافیم با توجه به اینکه شما از نزدیک هر کدوم از اینا و روحیه هر کدوم از اینا رو شناختین و میشناختین. بعضی هاشون رو البته، نه همه شون رو. بله طبیعیه. خب چیزی که اولین چیزی که هست اینه که به نظر من طبقه تحصیل کرده و روشنفکر بیشترین نیرو رو برای به سرمر رسیدن انقلاب انجام داده و بیشترین صدمه رو از رژیم دیده جدید دیده و کمترین بهره برداری رو کمترین بهره از کارهای خودش. بله یعنی این دیگه قطعیه. بله. یعنی این بالانس وحشتناکی که در این ترازوی هیچ کاری و تازه دست آخرم مردم بیشترین تهمت ها و سرزنش ها رو برای این افراد وارد میکنن که آقا شما ما رو به شما رو شفکر بله شما ما رو به این چه اندام و خب از یه طرف واقعا حق دارن دیگه. بله. یعنی میخوان نتیجه رو میبینن، نتیجه در دستشونه، یک نتیجه 36-7 ساله یک رژیمی که عقب مانده است، یک رژیم مستبد، یک رژیم خوناشام، تبهکار، جنایتکار، چی میخوای اسمشو بزنی، در دنیا و آخرت همه رو که میگید بود ولی نه به اندازه که امروز هست. بله به هر حال نتیجهش اینه. بله میگم از این لحاظ مردم ها حق دارن که روشنفکرها این مسیر رو اگرم به قول معروف نساختن صاف کردن برای این که اینا به قدرت برسن. حالا ارزیابی من آیه بیژن خان این است که به علت توسعه اقتصادی و رفاه عمومی در طبقه متوسط جامعه به خصوص ما صاحب یک اکثریت خاموش شده بودیم، اکثریتی که به نون و نوایی رسیده بود، میتونست پیکانی بخره، خونهی قسطی تهیه کنه، نمیدونم این وسایل مدرنیته رو بره به اقساط بخره بذاره و برای اینکه
من نمیدونم، من در سن 14-15 سالگی من خانواده های متوسط تو خونهشون حتی رادیو هم نبود، چه برسه به یخچال مثلا، ولی همین خانواده ها در 10 سال بعدی صاحب تمام وسایل مدرنیته شدن، خونه هاشون از جنوب شهر به بالای شهر منتقل کردن. خب در نتیجه ما آدمایی که به آلاف و لوفی رسیده بودن و به فرصت‌های شغلی و کاری و حقوق و درآمد رسیده بودن، اینا به سرعت می‌رفتن توی اون جمع اکثریت خاموش. اما گروه وطن پرست جوانی که در دنیا هم یه خبرایی شنیده بود و مثلا شنیده بود که 12 نفر با کاسو رفتن تو کوها و پاتیستا رو انداختن مثلا. خب ببینید این دیگه خیلی رومانس ایجاد میکنه. الجزیره اون اتفاقات افتاده بود، در ویتنام اون مقاومت عجیب شده بود. خب اینها برای آدمایی که اهل سیاست هستن، روی سیاست دارن فکر میکنن و بعد تمام روزنه ها به طرفشون بسته است. ما یه گروه قلیلی داشتیم، آدمای ملیگرایی که حرفشون فقط این بود که قانون اساسی رو مراعات کنید و این مراعات قانون اساسی، ما قانون اساسی میخواییم، قانون اساسی که تو مشروطه نوشتیم ما اونه میخواییم، اونه اجرا کنید، چرا نمی کنید؟ جز این چیز دیگه ای نمیخواستن. این نمیتونست به انقلاب منجر شه. رسید آقای شایفت میانی کرومتون، من یه مؤسسه گسترش فرهنگ و مطالعات داشتم در قبل از، یعنی در آستانه انقلاب، و کتاب توزیع میکردیم در بازار، در به در میرفتیم، در میزدیم، کتاب میدادیم. بعد دنبال این بودم که کتاب قانون اساسی مردم میخواستن، چون شاپور و بختیار در مورد قانون اساسی صحبت کرده بود و اصولا نبود. بله اصلا قانون اساسی نبود. و من جالب اینو بهتون بگم، در تبریز یه چاپخانه پیدا کردم که این قانون اساسی رو چاپ کرده بود، که ما یه تعدادی از تبریز خریدیم برای تهران که بدیم دست همکارانمون برای توزیع این کتاب‌ها. و شاید برای نخستین بار بود بعضیا که در حقیقت اکثریت حتی کتابخانه‌ها، حتی اونایی که واقعا دست، یعنی چشمشون توی کتاب بود، چشمشون توی روزنامه مجله بود، برای اولین بار این قانون اساسی رو می‌دیدن. بله بله. برای اولین بار بود متمم قانون اساسی رو می‌دیدن. بله. برای اولین بار بود که این اصول رو نگاه می‌کردن ببینن که اصلا این چیه. درسته. و این حیرت انگیز بود. بله. و استقبالی که مردم می‌کردن از این کتاب، یادم اون موقع 15,000 یا 2 تومن ما می‌فروختیم این کتابچه بله. قانون اساسی رو، و چه ولعی بود برای خرید این. بله. درسته. برای همیشه آرزو داشتم ببینن این قانون اساسی که دارن ازش حمایت میکنن، طرفداری میکنن، اصلا خودش چی هست. حتی اونم در دستشون، حالا در دستشون نمیذاشتن که مبادا توقعات مردم بیاد بالا. بله این بود داستان، برای اینکه هر عملی که انجام میشد بر خلاف قانون اساسی بود. حالا یه گروه بسیار قلیلی این رو میدونه، اینو میاد با اعلامیه و شبنامه و روزنامه‌های کوچولوی 2 سطحی و با این نوع فعالیت‌ها میخواد این کارا رو بکنه که این صدا رو به جمع بیشتری برسونه. بچه‌ای که تو جیبش یه کاغذه میگیرن میبرن 6 ماه تو زندان نگه می‌دارن، شلاق کف پشت میزنن، کتکش میزنن، اختناق هی قلیستر میشه و وحشت هی بیشتر میشه. در همین، به موازات همین کارها، حاکمیت، وقتی من میگم حاکمیت یعنی شخص شاه، چون همه سرنخاب شخص اعلیحضرت مسعود، حاکمیت مسلمونا رو آزاد گذاشته، معتقده که این مسلمونا ضد کمونیستند و باید از کمونیستا ترسید، از وطن پرست هم نباید ترسید، چرا نمیدونم. خب حالا در نتیجه انجمنهای اسلامی در مشهد، تبریز، کاشان، یزد، اصفهان تشکیل میشد آزادانه، توش حرفایی میزدن، حتی بر ضد دولت و حاکمیت هم حرفایی زده میشد، ولی اینا آزاد بود. افرادی که به عنوان چپ تندرو، انقلابی، تفنگ به دست، نمیدونم این که برن تو خانه تیمی زندگی بکنن بعد به اشخاص، به حاکمیت تیراندازی بکنن، چند نفر اول، اون 7-8 نفر اولی که تیر باران شدند، 5-6 تاشون از توی انجمنهای اسلامی بیرون آمده بودن، نه اینکه اینا اعتقادات اسلامی داشتند،
میدیدن که یه جایی بازه میشه حرف زد، میرفتم توش، بعد میدیدن اینا خیلی مسلمونن، اینا ماتریالیستن، چند نمیخواستن قدر میامدن بیرون، ولی سابقه آدم های تیرباران شدنه که گرفتند از 7 نفر 5 نفرشون از انجمنای اسلامی بیرون آمده بودند. و نهایتا شما وقتی خوب دقت کنید میبینید که باز همون انجمنای اسلامی بودند که یک گروه مسلح رو تشکیل داد به اسم مجاهدین خلق. اینا از تو دل اون تشکیلات آقای بازرگان آمدن بیرون که اینا مسلمان بودن دیگه. حاکمیت یک اشتباه عجیبی کرد، حاکمیت خفه کرد مردم ملیگرا و وطن پرست رو به اسم مبارزه با کمونیسم، در حالی که کمونیست‌ها آزمایش خودشون رو پس داده بودند، در بین مردم مردود شده بودند، اقلیت بسیار بسیار ناچیزی همچنان دنبال اون طرز تفکر بودند که در هر دموکراسی یه اقلیت اینچنانی هم وجود میتونه داشته باشه، چه اشکالی داره؟ یه خاطره از در همین زمین رو براتون تعریف کنم خیلی جالب، همین انجمن اسلامی اینا. من سال اول دانشگاه پهلوی شیراز 1969-1348 خورشیدی وارد شدم، دانشکده مهندسی نمیرم. چرا؟ برای اینکه اول باید دانشکده ادبیات و علوم که درس‌های پایه رو بگیریم مثل ریاضی و شیمی و فارسی و این چیزها، بعد از اینکه سال اول تموم میشه تازه از سال دوم دانشکده مهندسی یه سری کورس‌ها رو باید بگیریم. سال اول میریم دانشکده ادبیات و علوم دانشگاه پهلوی شیراز و در قسمت زبان فارسی یک جلسه‌ای رو شروع می‌کنه هر هفته یکی از استادان، یعنی استادان فارسی زبان فارسی میگن یه جلسه‌ای در تالار شمس دانشکده ادبیات باید بذاره. در این تالار همه بچه‌ها از چیزهای مختلف، رشته‌های مختلف، مثلا من فرض کنم من راه ساختمان بودم، یکی مکانیک بود که همه کلاس فارسی داشتیم، پزشکی فلان اینا، بلند می‌شدن میان اومدن توی این تالار شمس و هر هفته این برگزار می‌شد. من مباحث ادبی و خدمتتون عرض کنم تا یه مقداری هم سیاسی از لحاظ جهانی و اینا مطرح می‌شد، هر کسی هم حرفی می‌زد و اینا، خیلی جالب بود. آقای شاهین‌پر عزیز، یک بار یکی از دانشجویانی که اتفاقا این دانشجو اسمش فامیلیش هم رضوی بود، از امریکا اومده بود به عنوان دانشجوی مدعو مهمان، یه جوی همچیدایی میگفتن، این اومد و یه دفعه در این گفت که آقا این آقای دکتر مصدق، یه صحبتی در مورد دکتر مصدق کرد. از هفته بعد این جلسه تعطیل شد، تمام شد، رفت. بله، یعنی یه جلسه بود که بچه‌ها و دانشجوان واقعا دلشون می‌خواست بیومدن یه سری اطلاعات بگیرن. اینطور بود. حالا در مورد انجمن اسلامی گفتیم، میگم به موازات این انجمن اسلامی، دقیقاً انجمن اسلامی قدرت داشت، انجمن‌های اسلامی کلاس‌هاشون رو برگزار می‌کردن، تمام برنامه‌هاشون رو داشتن. سال اولی که ما رفتیم دانشگاه، چه اونایی که با ما اومده بودن دانشگاه، دخترایی که اومده بودن، به چه دخترایی که از گذشته در دانشگاه بودن، همه بدون حجاب بودن، همه مدرن بودن. و از سال دوم سوم به بعد کم کم محجبه و روسری و حتی اون دخترهایی رو که بدون حجاب اومده بودن، اینا به یه نوعی وادارشون میکردن که حجاب بپوشن و از این داستانها. و متاسفانه جو دانشگاه رو در سال 53-54 که من دیگه داشتم فارغ التحصیل می‌شدم، به طور کامل جو اسلامیزه شدن کرده بودند و همینجوری که شما می‌خواستن به این طریق سیاسیش کنند و همینجوری که شما میگید حکومت و حاکمیت با اینها هیچ مشکلی نداشت. نه نداشت و درست دقیقاً حاکمیت آینده ایران رو سپرد دست مسلمان‌ها و رفت. وقتی خوب نگاه کنیم به قضیه این رو میبینیم دیگه، حسینی ارشاد خیلی تو خاطره همه هست، چطور شد که این آقای شریعتی میومد میرفت تو حسینی ارشاد، چندین هزار نفر آدم هم میرفتن اونجا، شهربانی ساواک با اینا هیچ کاری نداشت. بعد تازه مکاتبات بین آقای علی شریعتی و ساواک رو شده که اونا بهش بودن چی بگو چی نگو، و یادداشتی هست از آقای علی شریعتی که به ساواک نوشته که خیلی منو ببخشید، من اشتباه کردم، این رو یادم رفت بگم، این مطلب رو بعدا میگم. مثلا یه کتابی اتفاقا دکتر جلال متینی که استاد دانشگاه فردوسی و رئیس دانشگاه فردوسی مشهد بودن
در زمینه دکتر شریعتی نوشتن که بسیار کتاب جالبی است. دوستان پیشنهاد میکنم حتما بگیرید، داریم در شرکت کتاب، از انتشارات خود شرکت کتابه. و به زودی خاطرات آقای دکتر جلال متینی به صورت خیلی مفصل منتشر میشه، در این زمینه هم خیلی افشاگری و روشنگری داره به همه خواهید چیز میکنم. خب برگردیم به رمانتیسم انقلابی. بله شما این بود، این رمان، این رمانس انقلاب تو جوونا به وجود آمده بود، یعنی یه الگوهایی در خارج از ایران دیده بودن که یه دیکتاتوریای بزرگ فرو ریخته به وسیله همین آدمایی مثل خودشون، گفتن ما چرا نکنیم. ولی ارزیابی این جوان ها اکثرا غلط بود یا تاکتیکاشون غلط بود در اول کار و همه جونشون رو این کار از دست دادن دیگه. ببینید یه خاطره در مورد بیژن جزنی دارید خیلی جالبه در همین زمینه. میگید که بله. آخه زیازرفی تلفن میکنه با بیژن جزنی صحبت میکنه. من و زیازرفی توی گروه سنتی بشر هم اتاق بودیم، دو تا میز روبروی همدیگه داشتیم. من دوستان زیاد ظریفی جزء همون هفت نفری چریکای فدای خلق و جزء هفت نفری که از پشت تیبارون میشه. و من میدیدم که این هی وزوز میکنه پای تلفن. خب من به احترامش از اتاق میومدم بیرون که راحت حرف بزنه. یه بارم من گفت نرو بیرون، ما حرفای خودمون نمیزنیم، کجا میری، بشین، تو نامحرم نیستی. من نشستم دیدم که این که داشت اولا فهمیدم که داره با بیژن جزنی حرف میزنه. خب بیژن جزنی را ما از دانشگاه و فعالیت های جبهه ملی و این حرفا میشناختیم. گفتش که آهن بذار زیر پنبه. تا اینو گفت گفتم ای داد بیداد، اینا رفتن به تیر تفنگ هم متوسل شدن. آهن رو بذار زیر پنبه. من بلافاصله گفتم یعنی میگه هفتی رو بذار زیر دوشک یا تفنگ رو بذار زیر دوشک. اومدم رفیق دیگری داشتیم که از نظر سیاست مداری از ماها همه جلوتر بود و سابقهش بیشتر، کاشفی پور شریعتی. آه پور شریعتی که حالا شوهر خواهر منه. رفتم اون گفتم که بهمن اینا همچین حرفایی دارن با هم دیگه میزنن. و قرار میذاریم یه ناهاری با بیژن میخوریم. اگه بیژن داره این کاری میکنه اشتباه میکنه، برای اینکه بیژن چندین بار بازداشت شده، زندان رفته، دستگاه میشناسه بیژن. ما رفتیم سر ناهار، هر چه به بیژن خواستیم بگیم آقا تو داری کار زیرزمینی میکنی، انکار کرد. اصلا گفت از این کار گفت اصلا ما از این کار نمیکنیم. بعدی بیرون بهمون گفت گفت شما چرا من اومدید مسخره کردید، شما من نهار دعوت کردید که منو مسخره کنید، حرفای پرت و پلا بزنید، این حرفا چیه میزنید. گفتم بیژن ما میدونیم، ما که ساواک نیستیم فهمیدیم، حد بدون ساواک هم فهمیده. یه ما نشد گرفتنش، یه ما نشد که گرفتنش. راستی نمیدونم کتاب آقای ثابتی رو خوندین یا نه، در دامگه حادثه. تو در دامگه حادثه آقای ثابتی ادعا میکنن که اینا داشتن از زندان فرار میکردن. آقای ثابتی مقدار بسیار بسیار زیادی بعد از 37 سال سکوت دروغ گفته، برای اینکه ایشون کارش دروغ گفتن بوده و هست، شغلش تخصصش این بوده. من چه بکنم با ایشون؟ شما چرا راجع به آقای ثابتی؟ من راجع به آقای ثابتی دو سه تا مقاله نوشتم، بعد پشیمان شدم از اینکه این مقالات رو نوشتم، برای که متوجه شدم که اصلا نروت میخه آهنین بر سنگ. ایشون یه عنصریه. آقای ثابتی مملکت به فنا داده، حتی ساواک نه ها، آقای ثابتی و آدمای مثل ثابتی مملکت رو به فنا دادند، برای اینکه همه کشورهای دنیا میبایست تشکیلات امنیتی داشته باشند، امنیت خارجی، امنیت داخلی، همه اینا درسته، ما مورد تاییده. آنچنان نفرتی این آقایون با طرز عملشون به وجود آوردند، آنچنان وحشتی در دل مردم به وجود آوردند که اون وحشت به تدریج سالیان به یک نفرت عظیم تبدیل شد. این نفرت اینقدر عمیق شده بود در دل مردم که آخوندا سینما رکس آتیش زدند، گذاشتن گردن ساواک و ساواک نتونست خودش دفاع کنه. مردم حرف ساواک رو باور نکردند. بله آخه مرد حسابی، تو اگر وطن پرستی، تو اگر این مملکتی میخوای، اگر پایداری این مملکتی میخوای، باید در دل این مردم جا داشته باشی. تو نمیتونی بزنی تو سر مردم، بکوبی، شلاق بزنی، ناخون بکشی و بعد بخوای مردم هم دوستت داشته باشن.
اینا یه مش مردمی بودن که مملکت و آقا به فنا دادن. راجع به اینا از من سوال نکنید. اتفاقا این امیر حسین فتانت یه کتاب داره با عنوان یک فنجان چای بدون بی موقع، نمیدونم بله مطالعه بله بله اونم همین نظره داره. بله البته این البته خودش از اون کساییه که لو داده، یعنی گروه گل سرخی و دانشیان رو در حقیقت آقای فتانت لو داده، ولی که در این کتاب معتقده که گل سرخی و دانشیان و تمام اون گروه مثل آقای علامه‌زاده یا خانم شکور میرزاده اینا یه آدم های آماتوری بودن و بله. همینجوری هم باز که تو کتاب شما این سیاست مداره پاریس نشین و آماتور بهنو لقب میدید، اینا هم تروریست ها و چریک های آماتور بودن. بله. که اصلا الف های مسائل تروریستی و چریکی نمیدونستن که چجوری میخوام برن ولیعهد رو دستگیر بکنن. از این داستان ها شوخی کردن توی مهمونی با هم دیگه شوخی کردن، کاملا درسته. یه خبرچین رفته خبر داد و این فتانت میگه که آقا اینا مثلا جرمشون این بود 6 ماه زندان بشن دیگه. بله. حد اکثر این دیگه. ولی این ساواک و آقای ثابتی اینو بزرگ کردن برای اینکه خودشون قدرتمند جلوه بدن جلو شخص شاف و بتونن بگن که ما کار بزرگی کردیم. کار بزرگ. شما داشتید سقوط میکردید، ما جلوی سقوط شما رو گرفتیم. شما لب پرتگاه بودید، داشتید پرت میشدید، ما گرفتیم نذاشتیم پرت. حالا درجه بده، حالا پول بده، حالا مقام بده. شما خیال میکنید که این پرونده های این شکلی کمه؟ اولا خاطرات زندانی که از زمان گذشته و حال به وسیله زندانی های ایرانی نوشته شده یه ادبیاتی غنی‌تر از ادبیات بعد از جنگ جهانی دوم به نظر من. خودش یک کتابخانه کتابه. یکی از این کتابا یک نویسنده ای داره که من اسم نویسنده متاسفانه یادم رفته، جوانی بوده که با 12 نفر یا 20 17 نفر بچه تبریزی رو یه جا میگیرن، 6 ماه اینها رو کتک میزنن و به اینا میگن بگو. یه پیرمرد هم که اینا بوده که زیر این کتک میمیره. در یه لحظه ای که اینا همون میرفتن کجا میرفتن، یکی از اینا که با تجربه تر بوده میگه که بابا اینا میخوان ما اعتراف کنیم به یه چیزی تا ولمون کنن، بیایید اعتراف کنیم که دیگه اینقدر نزننمون. اینا میگن آقا ما حاضریم بگیم. چی بگیم؟ ما حاضریم هر چی میخواید بگیم، ما بگیم. چی بگیم؟ نه شما جاسوس روسا بودید، اعتراف کنید که شما جاسوس روسا بودید. میگه ما آمدیم نوشتیم اعتراف کردیم ما جاسوس روسا بودیم. بعد بازجوی آمد گفت خر خودتی، این چیه؟ بعد یه جوری بگی که مردم باور کنن. شما با روسا چجوری مکاتبه میکردی؟ بعد به اروپا بنویسید. شما بعد نامه تو بفرستی به فرانسه، یه نفر در فرانسه این نامه رو بفرسته به آذربایجان شوروی. گفت چشم، ما این کارو میکنیم. گفت 10 بار بازجو ما رو اصلاح کرد و یک اعتراف نامه ای در آمد و این رو کردن یک پرونده ای. تو این ماجرا 2 نفر از این 17 نفر مردند، 15 نفر به لط و پار شدند و درب و داغون شدند و مجنون و دیوانه و عصبی از زندان آمدن بیرون که جناب سرهنگی با این کار درجه سرتیپی بگیر. شما یکی از اون افراد دیدین، اسمش غلام حسین ساعدیه. بله. غلام حسین ساعدی. و بعد از اینکه میبینینش اصلا باورتون نمیشه که این همون غلام حسین ساعدیه که شما میشناختینش. ابدا من اونو نشناختم، او منو شناخت. من از این کتاب فروشی های روبروی دانشگاه اومده بودم بیرون، میخواستم عرض خیابون رو تهیه کنم برم به طرف در ورودی دانشگاه. یک آدمی هم کنار دست من ایستاده بود، اونم مثل من منتظر بود که ماشینا رد شن که خلوت چه خیابون بریم. بعد رو کرد به من یه حرف بدی زد، گفت حالا دیگر مرا نمیشناسی. من از صداش فهمیدم این ساعدیه. گفتم به غلام حسین تو چرا این شکلی شدی؟ گفت من 2 ماه از زندان اومدم بیرون، 2 ماه استراحت کردم، حالم خوب شده، حالا اومدم بیرون. بعد این داستان زندانش رو تو پاریس برای من تعریف کرد، مو به تن من ساخت، به تن هر بیننده ای صاف میشه که چه کتک های من این زدن. میگودن بگو، فقط میگودن بگو. تا بالاخره یه روز گفتم آه چی بخواید بگم، بگید تا بگم. اینا داستان چون این بود آقا، اینا میخواستن توطئه بسازن، توطئه که وجود نداشت. بعد اون توطئه رو اینا کشف کنند و ببرن به دستگاه بدن و پاداششو بگیرن. کار این آقایون اینا بوده.
مکافاتش رو ملت ایران دید. مکافاتش هم ملت ایران دید. بله. آقایون حالا دارن میچرن تو خیلی. پاداشش رو گرفتن و مکافاتش رو. میان در تلویزیون، میان در اون چیز بی بی سی مصاحبه میکنن. اونجا هم دروغ میگن. بعد از 37 سال 40 سال باز هم دروغ میگن. دو تا زندانی سیاسی رو آوردن نشوندن اینور. این دو تا آقایون هم آوردن نشوندن اینور. اینا میگن که ما هیچ کس رو حتی سیلی هم تو گوشش نزدیم، حتی با پر نازش هم نکردیم. این اینوریه میگه آقا اینقدر زدن به کف پای من که کف پای من گوشتش رفت رسید به استخون. میگفت اون یکی دیگه شو میگه آقا رابطه اینا با ما شلاق بود و شلاق بود و شلاق بود. این هی میگه اون دوتا یا هی میگن ما ابدا کسی رو شکنجه نکردیم. آخه این وقاحت، این پررویی تا کی، تا کجا؟ و این دوتا آقایون همچنان یه سری طرفدار هم دارند. الان داشتیم باجه ما اینجاست. گفتید که بازی ظریفی تو گروه صنعتی بهشن. بله بله. یعنی نشون میده که شما با این طیف این ور بودیم، با اون طیف سرمایه دار و اینا هش و نش داشتیم در گروه صنعتی بهشهر بخود. خب یه تعریف بکنید از گروه صنعتی بهشهر، از لاجوردی ها. از این لاجوردی ها از ما جوانای روشنفکر، روشنفکرتر بودند، وطن پرستر بودند، سالمتر بودند. من برای این لاجوردی هایی که کار کردم، یعنی حاجسید محمود لاجوردی، برادرش اکبر لاجوردیان و پسران حاجسید محمود لاجوردی، سه تا، حبیب و قاسم و حمید، یک کدوم اینا یک سیگار نکشیدن تو عمرشون، یک کدوم اینا یک گلاس مشروب نخوردند. همه اینا ساعت 8 شب میرفتن خونه هاشون استراحت میکردن که بتونن 6 صبح بیان سر کار. یعنی سالمترین آدم هایی که تو اون دوره من دیدم اینها بودند. یک، سالمترین آدم ها نظر مالی اینها بودند. ما جوان بودیم. من این اجازه بدید درتون تعریف کنم. ما جوان بودیم، زیاد عقلمون نمیرسید. گفتیم آقا ما مثل آمریکایی ها بیایم یه چیزایی رو استاندارد کنیم. مثلا این صابون های برگردون چیه تو این حموما مردم مصرف میکنن؟ ما بیایم این ماده رو با این ماده رو با این ماده رو اگه قاطی بکنیم، این میشه مثلا کیلو 2 تومن، یه تون هم ارزان‌تر میتونیم به همه حموم ها بدیم، 80 تن نمیدونم در ماه از این صابونا مصرف میشه، 20 میلیون تومن هم در سال سود این کار میشه. پروژه‌اش رو نوشتیم بردیم تو هیئت مدیره. حاجسید محمود لاجوردی این دفترچه‌ای که ما خیلی قشنگ جلد کرده بودیم و تنظیم کرده بودیم و به همه هیئت مدیره دادیم، برداشت نگاه کرد که آقا این چیه. ما توضیح دادیم که اینه. توضیحات ما هنوز تموم نشده بود، این دفترچه رو ول کرد زمین. گفت آقا جان شما الان در سر تا سر این مملکت 5000 نفر دارن این صابونای برگردون رو درست میکنند، در حمام‌های شهرشون مصرف میکنند. شما میخوای اینا رو همه رو نون خوردن بندازید که منو پولدار کنید؟ من پولدار هستم و از این راه پولدار نشدم. از این 5000 نفر اگه 5 نفرشون 1 در 1000 خودکشی بکنند و 10-15 تا بچه یتیم بیفته، اینا دست گردن من. چرا میخواید این کارو بکنید؟ ببینید این کاری اصول اروپایی آمریکایی بود. بله. ما یه سال بعد رفتیم روی استاندارد کردن برنج، باز همین جواب ما داد، باز پرت کرد جلومون. گفت بذارید مردم زندگیشون رو بکنن، مردم کاسبیشون رو بکنن. چرا میخواید نون مردم رو ببرید؟ اینقدر اینا مردمان شریفی بودند. عجب نگاهی. این حاجسید محمود لاجوردی آدمی است که من تا زنده هستم بهش احترام میذارم. اینقدر اینها مردمان شریف بود. همشون اینها مردمان بسیار بسیار شریفی بودند. منتها بلد بودند. کار هم مدیر، بهترین مدیران من بکرد بودن، بهترین آدم های زحمت کش بودن. آقا گروه چکسلواکی رو مثلا ما دعوت کردیم در یه رستورانی شام بهشون بدیم که میخوان اما پارچه بخرن. اکبر لاجوردیان میگه آقای شایفر
من باید 7:30 خونه باشم، 8 شبم بخوابم که 5 صبح بیدار شم. شما از این آقایون پذیرایی کن، یه جوری عذر بخواه، هر دروغ میخوای بیانا بگی بکن، من میرم. اینا اینقدر آدمای منضبطی بودن. بسیم من خدمت بینندگان عزیز بگم که شرکت کتاب پارسال افتخار داشت که کتاب 110 سال فعالیت گروه صنعتی بهشهر رو منتشر بکنه. دوستان مثل آقای سیاه‌زاده کمک کردن، آقای مهندس جندقی کمک کردن، به پسر آقای لاجوردیان که در تگزاس هستن و این کتاب 110 سال تا اونجایی که هم شنیدم کتاب رو قراره ببرن در ایران و منتشر بکنن که فعالیت صنعتی کتاب درس. آقا من خوندم اون کتاب رو. بله بله، این کتاب درسه برای تمام کسانی که میخوان در صنعت این مملکت کار بکنند، در تجارت کار بکنند. این کتاب واقعا درسه برای همه. بله، اینا مردان بزرگی بودند. من سایر سرمایه‌دارا رو هم دیدم، هیچ کدوم رو، یا کمتر، آقای ایروانی هم خیلی خوب بود، ولی کمتر مثل اینها دیدم. اینها خیلی شرافت داشتند، اینها خیلی مردمان سالمی بودند، دستشون با هیچ قدرتی بند نبود، برخلاف اون چه که سیاسیون میگفتند. ابدا دستشون به هیچ قدرتی، حتی اون جلسات چیچی شاهنشاهی بود، درست شده بود، اکبر لاجوردیان نمیرفت، گفت برید آقا من کار دارم، من کار خودم مهمتر از کار شماست، برید هر کار میخواید بکنید بکنید. اصلا قاطی نمیشدن اینا. بازن یک بار قاسم لاجوردی اشتباه کرد، رفت سناتور شد که همه برادرها نمیدونم همه ناراضی بودن از این امر. اینا مردمانی بودن بسیار بسیار ساله، بسیار ساله. من به وجود همه اینها واقعا افتخار میکنم تو مملکت. من یک بار دیگه به دوستان عزیزم بگم که ما امروز ساعت 6 بعد از ظهر مهماندار، یا البته خود آقای شاهین‌پر میزبان هستند. افتخاری است برای بنده در خدمتشون باشم. در خدمتشون خواهیم بود در شرکت کتاب. دوستان و علاقمندان از جاهای مختلف تلفن کردن، میدونم که آقای شاهین‌پر خیلی خیلی طرفدار دارن و هم طرفدار خودشون هستن دوستان و هم طرفدار قلمشون، و خواهند اومد به این جلسه دیدار دوستانه. و دوستان عزیزی که الان این برنامه تلویزیون رو نگاه میکنن، قدمشون روی چشم بنده خواهد بود و همکاران من در شرکت کتاب که تشریف بیارید که از نزدیک با ناصر شاهین‌پر دیدار بکنید. این دوست عزیزی که با نوزر فرنگم، بله با نوزر فرنگم رفیق بودم، رفیق بودیم. عجیبه برای من که داره اینقدر مسائل وقتی تو درتونه همش با هم دیگه یک چیز مشترک داره. میدونی که نوزر پرنگ یه روز من دیدم منوچهر سخایی در 1985 کتاب فروشی شرکت کتاب در وینچورا بولوارد بود و به عنوان ساختمان شرکت کتاب معروف بود این کتاب فروشی ما، و خیلی مکان مهمی شده بود. الان البته اسمش گذاشتن ساختمان ایرانیان موفق. اون موقع که من رفتم جز صاحب ساختمان کس دیگری ایرانی تو این ساختمون که 80 تا یونیت مختلف داشت نبود. و شرکت کتاب اومد برای نخستین بار اسم شرکت کتاب به زبان فارسی با پرچم ایران. من فکر می‌کنم تنها جایی که ممکنه در امریکا یه همچیزی حالتی داشت سفارت ایران بود در واشنگتن دی سی. پرچم ایران روی تابلو نقش بسته بود و نام شرکت کتاب، بنابراین برای مردم خیلی خیلی اهمیت داشت، یعنی حالت نوستالژی پیدا کرده بود. یعنی میگفتم مثلا اگر شرکت کتاب رد کردی مثلا از دفتر ما رد شدی، یا دو ماه بعد از شرکت کتاب، یعنی یه نقطه مبدا و اینا بود که برای مردم. یه روز منوچهر سخایی هنرمند گرامی یادش بخیر و دوست عزیز واقعا وارد شد، دیدم یک آدم کوچک‌اندامی همراهشه، معرفیش کرد. من حقیقتش نمیشناختم نوزر پرنگ و حقیقت ندیده بودم و شعراش هم ندیده بودم، و نوزر فرنگ رو به ما معرفی کرد. بلافاصله به ما گفت که این از تگزاس اومده و جا دارین که استخدامش کنین فلان اینا. گفتیم باش بیاد، و تو با این چیزایی که داری تعریف میکنی این جاش همینجاست، جای دیگه. و نوزر فرنگ
به ما پیوست، یه 6 ماه ما پلوش بودیم، یعنی در خدمتش بودیم که به هر حال یه کمی ناراحتی فکری و روحی داشت که برگشت به ایران. تعریف کنید یه مقدار از نظر فرهنگ. نظر فرهنگ، من یه مدتی با در اداره رادیو از سال 1341 تا 43 تا اواسط 43 در دفتر فنی اداره رادیو بودیم. چند نفر میزای کوچولو کوچولو داشتیم، پشت سر هم میشستیم، یه رئیس هم داشتیم به نام تدیانی، تدیانی رشتی عطالا با لهجه غلیظ رشتی حرف می‌زد. این نوزر پرنگ هر روز که میومد یه جوک میساخت برای این تدیانی و اینو میگفت و تدیانی گفت حالا گفتی تمام شد، حالا کارتو بکن. نمیکنم. یکی از جوکاش که من هنوز یادمه این است که میگفتش که این تدیان اومد خونه ما، گفتش که این نیوتن چی گفته که زمین جاذبه داره، سیب از درخت افتاد جاذبه داره زمین، من یه سیب رو پرت کردم هوا رفت رو پشت بوم موند. آره مرتب برای این دریوری و جوک می ساخت و خیلی بچه شیرینی بود. یادم هیچ وقت نمیره که به نوزر پرنگ گفتم که نوزر جان یک شعار برای نوروزی برای ما درست کن که ما به روزنامه ها و مجلات بدیم و که یک کمی یک شعار ویژه‌ای باشه برای شرکت کتاب. تا من اینو گفتم چند دقیقه بعدش برداش با چیز نوشت نوروز بر شما فرخ باد. تمام. این برای من خیلی به قول معروف هنوز که هنوز یادم منحصر به فرد بود دیگه، منحصر به فرد بود، بر شما فرخ باد. همش استفاده کردیم اینو در آگهی‌های نوروزی که گذاشتیم در مطبوعات اینا استفاده کردیم. و خیلی دارم میخواست کتابی از نوزر منتشر بکنم که البته میگم چون محدودیت زمانی پیدا کرد که بعد مجبور شد از لس آنجلس بره و برگرده به ایران نتونستیم. کتابش رو در ایران منتشر کرده بودن با عنوان فرصت درویشان که متاسفانه الان در بازار موجود نیست، و کتاب دیگه ای هست به نام بر آن سوی باد که در بعد از اینکه رفته بود ایران براش منتشر کردن. یک شعر خیلی قشنگ داره و دلم بخواد یه یادی از نوزر فرنگم کرده باشیم. فرهاد شیرین کش. گفتمش کارت چرا پیوسته آزار من است، گفت دارد هر کسی کاری و این کار من است. گفتمش نرگس به دور چشم تو بیمار کیست، گفت با من کرده همچشمی و بیمار من است. گفتمش مجنون خود را چون کشی منصوروار، چون کشی منصوروار، گفت او از سرفرازان سر دار من است. گفتمش گر راستگویی پنجه با نوزر فکن، گفت این فرهاد شیرین کش گرفتار من است. گفتمش پرهیز کن از سیل اشک سرشکم، گفت سیلی زن بر این سیلاب دیوار من است. گفتمش اشعار نوذر این ملاحت از چه یافت، گفت این خاصیت لعل شکربار من است. من چه سخایی همیشه میگفت حافظ زمان و یکی از شاید به قول شما نه غزل خوب میگفت، غزلیات بسیار نابی و تشبیهات فوق‌العاده‌ای. شما یه شعرش خوندید برای من؟ بله یه بیت ازش یادم مونده بود، گفت بران مسجد که زاهد سر نهد بر خاک محرابش، غبار کفر از پیشانی گلدسته می‌ریزد. بله غبار کفر بله از گلدسته مسجد، پیشانی گلدسته. خب دوستان به اواخر برنامه داریم میرسیم. همجوری که اطلاع دارید با ناصر شاهین‌پر هستم. ناصر شاهین‌پر امروز در کتاب فروشی شرکت کتاب بر ما منت گذاشته و میاد. دوستان علاقمند تشریف بیارن به شرکت کتاب که حتما میاد برای دیدار با او، دیدن کتاب او دریچه رو به دیروز، و ازش بخوایم از ناصر شاهین‌پر برامون یه مقدار از خاطراتش و کتابش خودش روخوانی بکنه با صدای خودش که لذت بسیار داره. کتاب دیگری امروز معرفی میشه در شرکت کتاب Gold for Sugar، مربوط به آقای دکتر محسنیان که هفته پیش در خدمتش بودیم که از فیلادلفیای پنسیلوانیا صحبت میکردیم. خودش امروز اومده و از ساعت 4 بعد از ظهر دکتر محسنیان در خدمتش خواهیم بود برای
مراسم امضای کتاب گولد فور شوگر، به زبان انگلیسی است، یک مجموعه کتابی است از داستان‌های به زبان انگلیسی ولی در رابطه با فرهنگ و علاقه دکتر محسنیان به سرزمین خودش ایران. خدمت شما عرض کنم که همکاران من در اروپا و کانادا، یکی انتشارات فروغ از آقای مهدی پور که با جدیت کتاب فروشی خودشو نگه می‌داره. خانم آقایان عزیز، یادتون باشه امروز روز کتاب فروشی نگه داشتن به این سادگی ها واقعا نیست. گاوه چی میخواد و مرد کهن ها یادم واقعا نرد خواهد مرد کهن واقعا کار بسیار سنگینی است. کسانی که در کار کتاب فروشی هستن بهشون همیاری بکنید، هم فکری بدید، پشتیبانی مالی بدید، پشتیبانی معنوی. پشتیبانی مالی منظورم نه اینکه برید بهشون اعانه بدید، بلکه کتاب بخرید و کتاب بگیرید، کتاب هدیه بدید. این رابطتون رو با کتاب، به خصوص کتابای فارسی و کتابای انگلیسی مربوط به ایران، قطع نکنید. قطع کردن یعنی اینکه شریان فرهنگی یک ملتی قطع بشه در خارج از کشور. ملتی که توانسته خودش سر پای خودش وایسه، ناشر پیدا کرده، ناشر ایرانی، ناشر فارسی زبان پیدا کرده و این ناشران به دست توانای شما چشم دوختن که بیاین ازشون کتاباشون رو بگیرید که بتونن ادامه حیات بدن، کتابای جدیدی منتشر بکنن و سبب سربلندی فرهنگ ایران زمین بشن، همچنان در این پایگاه حضور داشته باشن. انتشارات فروغ در آلمان، کل آلمان و کتاب فروشی فروغ و کتاب فروشی هایی که با انتشارات کل انتشارات فروغ همکاری میکنن در سراسر اروپا، کتاب های شرکت کتاب رو دارن، از اونا بگیرید. هزینش ارزون تر میشه، پول پست به ما نمیدید، یعنی برای امریکا نمیفرستید. و از سوی دیگه انتشارات و کتاب فروشی پگاه در کانادا، در تورنتو کانادا، آقای درخشانی، ایشون رو هم حمایت کنید، جدا حمایت کنید. الان دوستان در کانادا، جمعیت بسیار بزرگی در تورنتو کانادا زندگی میکنه، فارسی زبان. آقای شاهین پرم دعوت شدن توسط آقای درخشانی، بله دعوت شدن که به ماه آینده، بله ماه آینده آقای درخشانی دعوت کردن از آقای شاهین پر که دارن میرن به کانادا، زمانش رو تو همین برنامه اعلام میکنیم و امیدواریم که برنامه بسیار عالی در کانادا داشته باشه آقای شاهین پر. امیدوارم که برنامه اروپا رو من بتونم جور بکنم که در اروپا، در آلمان تشریف داشته باشیم که دوستان شما را از نزدیک ببینند و با قلم سحرانگیز شما آشنا بشن. جدا من لذت بردم این کتابی رو که خوندم و خیلی سپاسگزارم از شما ایشون این پر که این کتاب در اختیار شرکت کتاب قرار دادید. شما مثل که 2 دقیقه وقت دارید. باشه، من جور دوست دارم. برای اجازه بدید این 2 دقیقه رو من ایستی. من هفته پیش یه خانومی دیدم رفت بود کادو بخره برای یه دوستی، براش قلیون خریده بود. گفت با چه زحمتی رفت بود قلیون خریده بود و بعد تنباکوش و با اون زغالای و این حرفا رو گرفت بود که برای کادو بود. خانم قربونت برم برو یه کتاب بخر به این بدبخت. قلیون خلاصه کتاب خریدن باید جزء چیزهایی باشه که در زندگیمون حتما این کار رو انجام بدیم، هم کتاب برای خودمون بخریم، هم برای خانواده بخریم و هم برای دوستانمون بخریم. بهتون قول میدم کتابی رو شما امروز به یکی هدیه بدید، 10 سال، 15 سال، 20 سال دیگه در کتابخونه یا در خونه طرف میبینید، یک لذت دیگر و یک شادی دیگری در خود حس میکنید، به اون طرفتونم اون حس رو میدید. هفته آینده مهمان من بدری برقعی، خانم فرهیخته خواهد بود که سالیان سال است در لس آنجلس زندگی میکنه و با کشیدن نقاشی های مربوط به روزهای پر اهمیت ما ایرانی ها یا به قول معروف اتفاقاتی که برای ما در طول سال میفته، مثل نوروز، مثل مهرگان، مثل فرض کنید عقدکنان، خواستگاری، همه اینا رو چیز کرده، بله دارم. کشیده و کارت پستالاش در دست ماها بوده و بعد کتابش و کتاب دیگری رو ما ازش منتشر کردیم که
همین در حقیقت فردا منتشر میشه با عنوان زال و رودابه. این داستان شیرین فردوسی رو ایشون به تصویر کشیده به زبان فارسی و انگلیسی. میزبان ایشون خواهم بود در این بیژن جان. بگو خداحافظ. بله بله صفرم صفر. مطلب دیگری یادآوری کنم و اون اینکه 25 اکتبر که قرار بود که ما یک برنامه در سیویک سنتر داشته باشیم با عنوان مهرگان، عقب افتاده به 13 دسامبر. آگهی اطلاعیش در حقیقت برای شما دوستان ایمیل میشه. ایمیلاتونو به شرکت کتاب بدین که از حوادث و اتفاقات فرهنگی در لس آنجلس با خبر بشید. به اتفاق ناصر شاهین‌پر، خدا نگهدار.